moment we are deprived of a minimum the standards of living. قهرمان مجاهد خلق جلال عابدینی 25مین شهید محاصره ضد انسانی در لیبرتی. مجاهد خلق جلال عابدینی پس از 3 دهه مجاهدت در صفوف مجاهدین و ارتش آزادی روز 28 فروردین 94 به عهد خود با خدا و خلق وفا کرد. او 25مین شهید محاصره ضد انسانی پزشکی علیه مجاهدان اشرفی است که از مدت‌ها پیش در لیست‌های بیماران اعزامی از لیبرتی به فنلاند و انگلیس و همچنین در لیست‌های ارسالی برای خانم جینلوت نماینده دبیر کل برای ساکنان لیبرتی بود، اما هیچ یک جواب مثبت ندادند. جلال که از فرزندان مردم تهران و دانشجوی سال آخر مهندسی برق و الکترونیک در انگلستان بود، پس از یک جراحی 6 ساعته در بیمارستانی در بغداد به دلیل محاصره ضد انسانی پزشکی و عدم دسترسی آزادانه به بیمارستان و خدمات درمانی و تأخیر در معالجه و جراحی جان باخت و به همرزمان شهیدش در سالهای پایداری در اشرف و لیبرتی و کهکشان جاودان فروغ‌ها پیوست. Deprived of a minimum standards of living. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با درود به پایداری و مقاومت تحسین برانگیز مجاهد قهرمان جلال عابدینی و با تسلیت به همرزمانش در لیبرتی، این مجاهد سرفراز اشرفی را گوهر بی بدیل دیگری از گنجینه و نقدینه بزرگ آزادی در مقاومت سازمان یافته مردم ایران و در این حال سند گویای دیگری از جنایت علیه بشریت و نقض عهد و خیانت در حق رشیدترین فرزندان مردم ایران توصیف کرد و گفت: شکی نیست که نسل فدا و ایمان جای خالی او را با نبرد 100 برابر پر خواهند کرد، اما فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و عوامل گوش به فرمان و طرفهای بندوبست با این دشمن بشریت در مقابل قانون و عدالت پاسخگوی تاریخ و مردم ایران خواهند بود. خانم رجوی با یادآوری تعهدات مکتوب و مکرر دولت آمریکا و ملل متحد نسبت به امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی به اقدام فوری برای پایان دادن به محاصره جنایتکارانه لیبرتی فراخواند. سالها در رزم و رنج و انقلاب طی نمودم با خروش و با شتاب، عشق آزادی مرا پرواز داد تا بتابد بر وطن آن آفتاب.
مجاهد صدیق جلال عابدینی پس از خاتمه تحصیلات ابتدایی و متوسطه در تهران برای تحصیلات عالی در رشته مهندسی برق و الکترونیک عازم انگلستان شد. شور انقلاب رهایی بخش او را سوی مجاهدین کشاند و در فعالیت‌های دانشجویی به افشای ارتجاع و دیکتاتوری سارقان انقلاب ایران و ترویج آرمان‌های مجاهدین که به آن عشق می‌ورزید روی آورد. جلال که در سال‌های گذشته کلیه چپش را از دست داده بود، در جریان کارزار سنگین اعتصاب غذای جهانی در اعتراض علیه معامله ننگین دولت شیراک در فرانسه با رژیم آخوندی و اخراج شماری از پناهندگان مقاومت ایران به کشور گابون، بینایی خود را به میزان قابل توجهی از دست داد. اما هیچ کدام از این عوامل مانع اعتلاء مبارزاتی و پیوستن او به قرارگاه‌های نیروهای آزادی بخش و سپس یکانهای ارتش آزادی نشد. در سالهای پایداری در اشرف و لیبرتی، او که در تمامی کارزارها روحیه ای رزمنده داشت، در مقابل محاصره ضد انسانی پزشکی نیز استقامتی ستایش انگیز داشت. به خاطر محروم ماندن از درمان و معالجه پزشکی، بارها به مقامات ملل متحد و یونامی برای انجام تعهداتشان نامه نوشت و از جمله در 4 فروردین 94 24 مارس در نامه ای ضمن اعتراض به استمرار این محاصره وحشیانه و کارشکنی های نیروهای عراقی در مراجعه بیماران به بیمارستان نوشت: در روز 23 مارس 2015 ساعت 8:30 در خروجی کمپ حاضر به رفتن بودیم، اما عوامل استخبارات تا ساعت 10:15 اجازه خروج به ما ندادند. وقتی به بیمارستان رسیدیم، پزشک متخصصی که با او قرار داشتیم نتوانسته بود منتظر بماند و به دلیل دیرکرد ما محل را ترک کرده بود. وقتی از نیروهای امنیتی خواستیم که به مرکز درمانی دیگری که در همان نزدیکی بود برویم، وی بعد از تماس با عوامل استخبارات در کمپ گفت که اجازه این کار را نمیتواند به ما بدهد. به این ترتیب ما بدون نتیجه به کمپ برگشتیم. بدین وسیله اعتراض و شکایت خود را از عدم دسترسی آزادانه به مراکز درمانی و ایجاد محدودیت ها از طرف استخبارات اعلام میکنیم. همرزمان جلال همیشه تحت تأثیر ویژگی‌های بارز انقلابی جلال و صبر و استقامت و روحیه جنگنده و به ویژه عشق و عواطف انقلابیش به همرزمان و فداکاری بیچش داشته او نسبت به دیگران بودند، ویژگی‌هایی که البته از ایمان او به یگانگی و پاکبازی در راه خدا و خلق سرچشمه می‌گرفت و سیراب می‌شد. در این باره در نقش مسیر خود در 11 آبان 1393 نوشت: با استعانت از پیام سرور شهیدان که شرف و آزادگی و هیهات من الذله در جنگ و ستیز با خلیفه ارتجاع است، همانا بالاترین شرف و افتخارم مجاهد ماندن و مجاهد مردن و رستگاری در رکاب پیروان صدیق و راستین حسینی، راهبران پاکبازم مسعود و مریم است. سید جلال عابدینی، 11 آبان 93. جلال در ماه مبارک رمضان همان سال نیز در شب قدر نوشت: پروردگارا، در پیوند با ماه مبارک تقوا که همانا آزمایش اراده انسان برای رهایی از ستم جباران و هیولای ارتجاع ولایت سفیانی به مثابه دشمنان خدا و خلق
که خلق ایران و دیگر خلقهای آزادی خواه در منطقه را اسیر و چپاول و کشتار می کند، در مقصد نهایی و رویارویی سرنوشت ساز آخرین، ایمان قلبی و اراده و توان ما را منبعث از انقلاب و خالق و منادیان مریم پاک رهایی بساز، تا با همان استواری و اراده بجنگم و دین خود را ادا کنم. سلام بر قهرمان شهید ارتش آزادی مجاهد صدیق جلال عابدینی، روزی که پا در مسیر مجاهدت برای سرنگونی خلیفه ارتجا و آزادی مردم ایران نهاد و روزی که با استقامت و استواری به عهد خود وفا کرد.